شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات فوری در زمینه خشونت‌های جاری در غوطه شرقی شده است. شورای امنیت سازمان ملل امروز با 29 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع، قطعنامه پیشنهادی بریتانیا برای تشکیل یک کمیته تحقیقاتی مستقل در غوطه شرقی را تصویب کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تأکید کرده است عملیات رزمی علیه مخالفان در غوطه شرقی همچنان ادامه خواهد یافت. گزارشی از جی سوشماونی، خبرنگار صدای آمریکا. تصاویر غیر نظامیان در غوطه شرقی در سوریه که در میان ویرانه‌ها در جستجوی اعضای خانواده‌هایشان هستند. ابو محمد از چند روز پیش به دنبال پسر بزرگش می‌گردد. او از هفته پیش در بمباران‌ها پسر، برادر، زن برادر و برادرزاده 9 ساله خود را از دست داده. از دو هفته پیش با شروع پیشروی نیروهای دولتی به طرف مناطق تحت کنترل مخالفان در غوطه شرقی، با اینکه بیش از 640 غیر نظامی جان خود را از دست دادند، بشار اسد میگوید عملیات ادامه خواهد یافت. تا وقتی مردم آنجا هستند و ما فکر میکنیم تعدادشان هم زیاد است و میخواهند از کنترل تروریست‌ها خارج شوند و ترجیح میدهند در کنترل دولت باشند، باید آتش بس برقرار شود تا اگر حتی یک نفر بخواهد از آنجا خارج شود، راه برایش باز باشد. در حال حاضر نیروهای دولتی سوریه موفق شده‌اند حدود 10% از منطقه غوطه شرقی را از کنترل مخالفان خارج کنند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران غیر نظامی در تونل‌های زیرزمینی و زیرزمین‌ها پناه گرفتند. دولت سوریه آتش‌بس 30 روزه‌ای را که به خواست سازمان ملل متحد در سراسر سوریه باید برقرار باشد، رعایت نمی‌کند. حتی فرجه 5 ساعته ای را که روسیه حامی بشار اسد برای کمک رسانی به جنگ زدگان غوطه شرقی پیشنهاد کرده هم تأثیری در وضعیت مردم به وجود نیاورده است. معلوم است که این آتش بس نتوانسته کاری کند. روسیه خواسته این آتش بس که بیشتر شبیه به شوخی است برقرار شود. روسیه باید کاری بکند که سازمان ملل متحد میگوید و همه توافق کردند که آتش بس باید سراسری باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در یک مکالمه تلفنی روسیه و سوریه را مسئول وضعیت موجود در غوطه شرقی دانستند.